بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر روزها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا میبینند و صدای مرا میشنوند. در این برنامه بیشتر به هم نوع دوستی تمرکز شده است. جنگ بدبختی می آورد، جنگ زاده فقر است و جنگ نسل ها را نابود می سازد. باز هم قصه ای از جنگ و ستم روزگار بالای یک خانواده در کابل. با پوزش از بینندگان گرامی، به دلیل ازدحام برنامه‌های رمضانی در یادآوری اسم‌های حامیان این برنامه اشتباهات نوشتاری و گفتاری به وجود آمده بود که در برنامه اختصاصی بعد از افطار اسم فامیل اسلم‌زاده اشتباهاً اسلمی ذکر شده و تحریر شده بود که همکاران ما کمک فامیل اسلم‌زاده را از نزد بصیرجان در شهر کابل دریافت نموده بودند. امید رفع تقصیر شده باشد و این اشتباهات بر ماهیت اعتماد این برنامه اثر منفی نداشته باشد. جنگ با سرنوشت میلیون ها خانواده بازی کرده و این خانواده را هم درگیر خودش ساخته است. این پیرزن در یکی از جاده های کابل مشغول گدایی است و با از دست دادن دامادش در حمله انتحاری بدبختی دیگری نصیبش شد که توانایی یک پاهش را از او گرفت. سلام علیکم. خاله خوب هستی؟ جان جورم چی میکنی؟ سپرم میده سویچم چار دانم نواسای یتیم هست. نواسای یتیم هست؟ در کجا هست خانه؟ دردهای روزگار و بدنش ذهنش را درگیر خود ساخته است و حدس میزند. نیازبک از نیازبک میای اینجا؟ دیروز پره روز دو پیش کارتسه بودی دیبوری نه؟ چی کده پایتم؟ میگوید پاهش با شکستگی بزرگ تواناییش را از دست داد و به دلیل نبود اقتصاد مناسب تداوی خودش را فراموش کرده است. پیش دکتر نرفتیم؟ رفتم پیش آدم قریب که تداوی ندارم روزه بدنم مرد بچه ندارم یک دانه دکتر داشتم مرد دامادم هم اینجا کشتش دمی چارایی. بچه نداریم؟ نه بچه. شوهرت کجاست؟ شوهرم 15 سال است فوت کرده. او برای یافتن نفقه به نواسه های یتیم خودش ناگزیر دست به این کسب و کار بزند. حالا در این ماه روزه در این سر سرک برای تو سخت نیست؟ مجبور است بس نگیر نواسه نمیده. دیگر کسا ندارم جز نام خدا، خدای بالا سرگاه دویست. خانه نیازبیگ است؟ باز خانه کراست چی است؟ دونی مزار کرام میتیم. او به دشواری از جایش برمیخیزد دشواری که درد در چهرهش ظاهر است. یا الله خیر. خب پیش دکتر نرفتی؟ نه، چرا درسم ندارم. روزه بدنم با خدا گم 60-70 روپیه شده کرد خانه به تو یا نان بگیرم. همیشه خلقم تنگ است. 4 دانه ماسه از دخترم ماند. داماد من اینجا پیشش کل مردم خبر دارم. زندگی بهده در این سرزمین وحشتناک شده است که با 12,000 افغانی می شود آیندهش را تأمین کرد، اما حس برای همدلی نیست. وزیر اکبر خان یک مبستر بودیم گفتم از اون نقره بگی 12,000 نقره بگی نداشتم بچیم پای مرا دفتر پیش داد نمیدگج مرا کشید بچه نقره برای چی گفت بگی؟ در پای تیر میکنم. خب 12,000 نقره بگی در پای تیر میکنم نداشتم بچه مردم ها یک خوب است ازار خراب است بچه من دخترک من جوان است 20 ساله دختر است که بکشم در شهر مردم آزار گپ میگه برای ما دخترک خدا سخانه نمیکشم. هم یک ماهی که بستر بودی دکترها چی گفتن برای خودت؟ یک ماه بعد مرا کشید گفتن که نقره خریده میتنی در پایت پرده مرا نیسته برو خانت. برو خمشیر خانت. از بیکسی و فقر و درد وجودش اشک می‌ریزد و غصه های دارد. در چی اوگار شده ای مادر؟ در زیر پل نیست. زیر پل کوته چنگی؟ با غلطه که سامان نمیبره. اما برای ماکم زده بقدر رفتیم. چقدر وقت میشه ازی؟ 3 ماه میشه. 3 ماه. کجا رفتی؟ پیش کدام دکتر رفتی؟ وزیر اکبر خان. خب در دولتی اونجا چقدر وقت بستر بودی؟ 1-2 ماه بستر بودم. 2 ماه. چی گفت دکترها برای خودت؟ دکترها گفت با سیخ نقره بگی تیر کن. عملیات میکنم سیخ نقره بگی تیر که جور شو. چرا باز نکردیم؟ فیصله نداشتم از کجا فکره خانه خدا ایران شعور خدا برد زختر برد $12,000 گفت که مصرف کنی که سیخ تیر کنی آوچی که جور شود آوچی حال امکان تداوی هست؟ آوچی بیاری گفت سیخ نقره بگی خودت از اون جزدرگری ها بگی گفت با بیا. خب او اینگونه عزیزان دلش را از دست داده است و با این زندگی مواجه شده است.4 دانه یک ناسیم است یک دامادم شیم بود شیم که 10 سال پیش در دریوری کشته شد دامادم دمی چاره نیست که مرا واردشت اینجا ترکاری سودا میکرد اینجا کشته شد پارچه شد در دمنتاری که در چاره دیمازنگ شد. بچه خب حال دخترت که یتیمکای از او پیش تو است. بچه بچه ندارم 2 دانه نواسیم بچه است یک 6 ساله یک 5 ساله 2 دانه دخترک است دیگه هیچ کس نیست. دختر دیگه شوهر نگرفتن؟ نه بچه او برای حفاظت از دخترش از مصیبت‌های جامعه آلوده خودش را با درد مقابل ساخته است. مردم ها گپ چتی میزنه، هزار گپ میزنه. زن جوان در شهر برآمد، هزار نفر هزار گپ چتی رو میزنه. بچه دختره که ما قرآن خوان است، بچه ترمز دختره نیست قرآن خوان. اینجا در بدر افتاده بابا قدر ندارم بچه بابا پاس برم در ملک. درد در چهره و ظاهر این پیرزن دیده می شود و با لبان خشکیده و بیمار حتی توانایی حرف زدن را هم ندارد. چطور کنم؟ ناسکه که از گشنگی میمورم، کسی برای من کمک نمیکنه، نه خویش دارم نه قام، هیچ کس برای من کمک نمیکنه. همین 40-50 صد روپه بنام خدا میتونه میره شو نان میگیرم، 1.5 کیلو گاز مندازم، 1 ذره بیره میگیرم، خاله میشه و خدا روز میگونم. کنم کرا خانه منزی طرف های بچه. او گدایی را ننگ میدانست، اما با آسیب دیدن پاهش ناگزیر این ذلت را تحمل کند. پایم جرم شدن زخم بود، کالاشوی مردم ها میکردم، دیگو کاسا میکردم، گدایی نمیکردم. دانه از این که دست دراز میکنی روزگار تو را مجبور ساخته که کار کنی، اگر جور میبودی نمیکردی. ای کالای مردم ها میششتم، خانه مردم ها صفایی میکردم، دیگه مردم ها میکردم و می شکر بود برام. این که برام مرگ است که من پیش از مسلمان دست خدا دراز که پیش از دراز که بچه خدا از دلم خبر خدای بالا است. مجبور هستم میگه کار دکتر سرم 50 روپه 60 روپه سودا میکنه. این خبر درد استخوان دیگه درد تو را کی دوا میتونه، این برای تسکین از دیگه تا چی وقت حال پایت فشار میندازی دیگه نمیتونی. نه یارم که بخورم تا صبح بیدو ششتگیزم تا ملازانه که تا افتاری را بیدو ششتگیزم بچیم. دفتر چی باید داشته باشین در خانه کدی چی افطار میکنی؟ ای سردشم خدا وقت میشه 1 ذره 1 دال، خدا وقت میشه کم شوله، خدا وقت میشه چاو بوره. نه امی افتاری ماست دیگه چی دارم؟ سحری هم امو رقم ها؟ ها دیگه چی کنم؟ امشه باشه من چی ساری افتاری ما مردم همیست سردشم. از این کار بخیر باز دست میکشید. الله توبه ما باشه. لب سرک 6 تا 7 یک 2 روپه بده، یک 5 روپه، یک 1 روپه. خدا جان شما را جان جور بده بچه من، خدا روزه و نماز تان خدا قبول کنه. سلامت باش. خدا ما خوبی میکنم، خدا خودتان خوبی کنه، الله خودتان خوبی کنه بچه من. این پای خودش من جمع کردن نمیدانم بچه من. خیر رحمت دراز بانش. در زمستان دیگه حتما زیاد درد میکنه یا؟ اگه نشه بچه من میمرم از زمستان سریز. اگه عملیات نشه و میمرم جا بجا بسته ای پای من تکه تکه است بچه من. این پنجه تا مایده است؟ آه بچه من این مایده شده، این مایده است بچه من، میبینی مایده استی. یام بیست است بچه من، یام بیست است، یام میبینی سیاه سیاه است، کلگی زیاد و کل پارچه پارچه شده بچه من، تکه تکه شده یک. کل مردم ما با عمر پدر خود گدایی نکردم، در عمر 70 پشت خود کل مردم تیر میشه میگه این به گدایی آمده شیشته، دمای روزه به خاطر گدایی شیشته. این تانه مردم. چی احساس میکنی که همی گپا میزنه؟ همیت احساس میکنم که خدای پاک مرا یک مرگ بده، دیگه زندگی برای ما بکار نیست. او دل سرد است از این زندگی و تنهای مردمان این جامعه. از صبح که برآمدم این در افده کسیم است، در افده از صبح تا بالا که این 5 بجه است، 5 بجه از در افده کسیم است، در کپانم شد در افده کسیم است. دیگه مرا کی میتساقدش امیرم میمرم زنده میشم. خدا که از زندگی خدا علاج مرا میکنه بکنه، نمیکنه خدا مرا یک مرگ بده. از زندگی بیخی به سیر آمدم، بیخی بچه. اوی داره پره تو کرای خانه کنی، را برای یتیمکا چیز ببری، برای خود دوا بخری، چی کنی؟ امروز که خوب کار شوه، که خوب یک 4 مسلمان دلش بسوزه چند پیدا میکنی؟ 1 200 200 اگه با نام خدا کسب بده. کسب با نام خدا داد 200 200. اگه نشد دیگه همه تو امروز وارد. آمی 20 روپا، 1 روپا، 2 روپا. پیش از اینکه پای جور بود چی میکردی؟ در خانه کار میکردم بچیم. به خانه مردم؟ نه بچه کالاشی و؟ کالاشی میکردم، دیگ میکردم، گلم میششتم، کمپلای مردم هم میششتم. پیسه پاک بود، با برکت بود بچه من. کسی نمیگم که گدایی میکنی. هم به عزت بود، هم که شام میرفتم مسلمانان نان، هر چیز خودم برا میدانم. او خوب است تو بگوی الله بسترک خوب است. او خوب است. امی روز که دمی کارت عشق ریختی کدام روز بود؟ از روز که پایم میده شده امی 3 ماه بستم، 1 دقیقه بگیریان نشده، 1 دقیقه چشم بگیریان نشده. او آینده سالم خانواده‌اش را وابسته به سلامتی این پاهش می کند. پار نشد، خدا شد روی پاری را پیشونی دارم. اگر می پای من جور شد، اولاده که ما محسوده میشد، خود ما محسوده میشد. بچم دل مرا بیخی گرفته، با مرگ خودکش شد. و اشکهایی که از دلتنگی روزگار و دردهای بدنش برای همدیگر میریزند. گریه نکو مادر، خدا کریم است، خدا مهربان است، خداوند سبب ساز است. تو در کجا ما در کجا پایا که تام جور میشه بخیر، دیگه از روی سرک هم بیغم میشی. امو کار بابرو و با عزت همه چیز است. با اشک ریختن از نانوار خانوادهش میگوید که در سر حمله انتحاری او را از دست دادند. تو پرچه پرچه شد دوان ابی بود برام یک لومه یک دال میاد. اینی است یک مادر افغان، یک مادر قهرمان. هر طرفه که میریم فقط سببش چی بوده؟ جنگ. اگه امروز داماد عزیز زنده می بود، یک 4 تا نان می آورد که مادر مادری وزجت که پایا که شبی بی 4 تا یتیم و دخترک جوانش سرپرستیش اینا با عهده داره. چرا این برآمد در این ماه مبارک رمضان کار میکرد یا دست بر مردم پیش میکرد که پیسه 1 2 تا نان بده. هر طرفه که میریم فقط بدبختی ما، اینمی جنگ است، اینمی حالت است که شما میبینید. هر خانواده ای را که شما میبینید سببش چی از جنگ است. در خانواده که میدراین چی از جنگ است. داماد از اینا در دیمزنگ به گفته خودشان که انتحاری شده بود، سرهموطنای ما در اونجا جا مشاهدت نشیده و میگن که سرکاری فروشی میکرد و اینا رفتن به شفاخانه دولتی که حق هر افغان است که باید درمان شود، تداوی شود. به خاطر همی ساخته شده 12000 افغانی نداشته که می پایه که خدا یک سیخ تیر کنه که دوباره به کار که در خانه مردم حداقل کار که خودش میگه که از این کار من ننگ دارم، در عمر پدر خودی کار نکردیم، خانه مردم میرفتم، از اولی قفدس کار میکردم، لباس میششتم، خانه مردم قالینش میششتم، 100-200 که میداد دمو گزاره ما میکردم. اما امروز که پایکش انتو شده و یتیمکا برششته مجبور است که بیا دست دراز کنه و مردم میرام از ناچاری زیاد. شما خودتان دیدن که گشته نمیتانم، پایکش به او شکل یک امروزی پول میداشت، پایکش به این حالت نبود. ما امروز همه میکنیم که سودای خانه را برش میخریم، فردا پس فردا شماره را میتیم، آدرس خانهش را میگیریم میبریم به خیر و بستر عملیات، پایکش عملیات شود، تمام خرج مخارجش را میکنیم انشاءالله که دوباره پایش جور شود مثل سابق در مکارک خود باشد. این برنامه برای کس آغوش پدر می شود، برای کس آغوش مهر مادر، برای کس دستان پسر و برای کس برادر و خواهر و همدم لحظات دلتنگی. فقط مادر جان اون موتر گرفته، هر جایی که میری باز برش بگو که اونجا ببره، اون استاد تام میکنه خود تو پایک توگاره. این سودا یک ما را برات خریدیم که باز تو بری بخیر طرف شفاخانه. بله هموطنان عزیز، بالاخره رسیدیم به پایان برنامه. مادر جان دردش شما خودتان به تصویر دیدین که پایکش میده شده بود به اثر یک حادثه کوچک، اما متاسفانه که تا فعلا نصیحتمند نشده بود. ما با کمک شما یک مقدار مواد خوراکه را برش تقدیم کردیم و 3000 افغانی نفت. انشاءالله فردا پس فردا با ما در تماس میشه و دوباره به شفاخانه انشاءالله راجعش میسازیم تا اینکه پایکش تداوی شد، دوباره به کاری که قبلا میگفت کالاشویی میکردم و قالین مردم میششتم و این کاری که فعلا میکنم از این زیاد میشرمم، اما ناچار هستم به خاطر که یتیمکای دخترکم از داماد شهید شده دیگه نانآور نداشتن. به او خاطر ما خواستیم که توسط کمکای شما انشالله روزای بعد که شما را در جریان خود گذاشته میبریمش به شفاخانه که اونجا بستری شد، پیسه تداوی و عملیاتش به خیر با کمک شما برفرام میکنیم تا اینکه پایکش خوب شد و حداقل بتانم کار روزگار قبلا داشت امو را پیش ببره. این بود برنامه امروز. خداوند یار مددگارتان، ای که پول شکی کمک کرده همکار عزیزم بر شما یادآور میشه. ما سپاسگزاریم از کریم رؤوفی که از کانادا مبلغ 10000 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بود که مبلغ 6700 افغانی را مواد غذایی به این خانواده خریداری کرده و مبلغ 3000 افغانی را نقداً به این پیرزن کمک نمودیم و مبلغ 300 افغانی هم کرایه تاکسی پرداخت نمودیم که مصارف مجموعی در این برنامه مبلغ 10000 افغانی می شود. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که میکوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.